ولسوال نامنهاد طالبان مسلح در ولسوالی ساقر ولایت غور با تسلیم دادن سلاحش به فرماندهی پلیس این ولایت بر روند صلح پیوسته است. مسئولان محلی در ولایت غور میگویند این فرمانده طالبان از چند سال به این سو در مخالفت با دولت قرار داشته و اکثر ناامنی ها در این ولسوالی را رهبری میکرده است. آنگونه که سخنگوی والی غور میگوید تلاش ها برای پیوستن افراد این فرمانده طالبان بر روند صلح نیز جریان دارد. مولوی عبدالقدیر ولسوال نامنهاد طالبان مسلح و از فرماندهان مشهور این گروه در ولایت غور با تسلیم دادن سلاح به فرماندهی پلیس ولسوالی ساغر ولایت غور بر روند صلح پیوست. مسئولان محلی در ولایت غور میگویند این فرمانده به اثر تلاش های اپراتیفی فرماندهی پلیس ولسوالی ساغر با دولت یکجا شده و تلاش ها برای پیوستن افراد تحت امر این فرمانده طالبان بر روند صلح نیز جریان دارد. عبدالله خطیبی سخنگوی والی غور میگوید با پیوستن این شخص به روند صلح امنیت در ولسوالی ساغر بهبود خواهد یافت. با اثر کار اپراتیفی قمندانی امنیتی ولسوالی ساغر، ولسوال نامنهاد طالبان به نام مولوی عبدالقدیر از مخالفت با دولت دست میکشه و همراه سلاح دستاشته خود به قمندانی امنیتی ساغر تسلیم میشه و کار جریان داره که تا افراد از همان و پروسه سال یا به دست از مخالفت برداره. آقای خطیبی افزود اخیراً در فصل سرما تحرکات مخالفان مسلح در این ولسوالی کمتر شده، اما نیروهای امنیتی در تلاشند تا به مخالفان اجازه اخلال امنیت در این ولسوالی را ندهند. چون این یکی از جمله افراد بلندپایه طالبا است، بنام در صفوف طالبا رخنه پیدا میشه، یک تعداد زیادی از طالبا با امرای فرد بلندپایه طالبا به دولت پیوست میشه و اونجا و اون مناطقی که هم ناامن باشه به سوی امن گام برمیزنه. ساغر از ولسوالی‌های نسبتاً نارام در ولایت غور است که مخالفان مسلح حضوری پررنگ در برخی قریه‌های آن دارند. با این حال امید آن می‌رود تا پیوستن این فرمانده سرشناس طالبان در ولایت غور امنیت در این ولسوالی را نسبت به گذشته بهبود بخشد.